تا اونجا که به زبان ترکی مربوط هست، تا اوائل قرن چهارم اثری از زبان ترکی در آذربایجان وجود نداشته. اینا نشانه تاریخیش در دست هست. یک محقق بزرگ تبریزی این رو به ما نشان داده که آقا نخستین دسته ترکان به حدود سال 420 تا 430 که اینا قزان بودن که محمود غزنوی هجری قمری هجری قمری که محمود غزنوی آورده بود استفاده نظامی میکرد، چون از ترکان استفاده نظامی میشد، زبان ترکی زبان ارتشی بوده، اینها رو میفرستد به اصفهان. این داستان چندین بار عرض کردم چون حقیقت تاریخی است، عرض میکنم بچه‌ای که نمیدونن بدن. اینا رو میفرسته به اصفهان و کرمان، نامه مینویسه به حکام اونجا که اینها رو بکشید، قتل عام کنید. اما اینها بسیار شجاع بودن، یه کسی خبر داد اینها به طرف شمال حرکت کردن. اولین دسته های ترک زبان آمدن به آذربایجان به حدود بین 420 تا 430 و در اونجاست که تبریزیان بیشترین دفاع رو از تبریز در مقابل ترکان کردن. وحسودان پادشاه منطقه به کمک و قصاید قطران تبریزی در جنگ سراب اونجا هست که اینا زبان زیبای پارسی صحبت میکردن همه مردم، و بعد اینا نخستین ترکان هستن. بعد دسته دسته اضافه شد و بعد روس ها هم در قرن هشتم ترک ها رو از مملکت خودشون بیرون کردن، اینها آمدن به منطقه ترکیه امروزین و دستجات به ایران، و بعد مغول ها آمدن و بعد تیمور آمد و بعد حکومت های قراقانونی و آقایونلو و اینها روی هم رفته رفته زبان محاوره مردم یک نوع ترکیه ایرانی شد که یک در واقع التقاطی است از زبان لغات عربی و فارسی و زبان ترکی. این است که این سخنان لاتائل که یک عده، من میخوام بگم خائن به مملکت با اجازه شما، از فراسوی عرس با توطئه اسرائیل و دیگران دارن انجام میدن، به لحاظ تاریخی یک سر باطل و سخن دروغی است و هیچ گونه ارزش تاریخی نداره. این تا اونجایی که به آذربایجان مربوط میشه.